دوستان عزیز فراسوی گذار به دموکراسی و داد، برنامه گفتمان نوین چپ رو آغاز میکنیم. در واقع امروز شنبه 29 آگوست 2020 برابر با 9 شهریور 1399 گفتگو میکنیم با آقای سیروس دادبه، روشنفکر فرهیخته و عزیزی که در عین تخصص جز کسانی است که سالهای سال است به امر تحقیق و بررسی برای پیدا کردن بهترین راه‌ها پرداختند. اجازه بدید گفتگو را آغاز کنیم و راه حل‌هایی که آقای دادبه در واقع به صورت نقل و در گاهگاه نظرات خودشون بیان می‌کنند راجع به راه‌حل‌های برون رفت از بحران سرمایه، در واقع بحرانی که نظام سرمایه‌داری دست به گریبانش است و مشکلات و مسائل از جمله مسائل مربوط به سطح معیشت، مسائل مربوط به اختلاف عمیق بین فقر و ثروت ایجاد کرده. آقای دادبه عزیز، درود بر شما. سلام، مرسی، خسته نباشین. بله، سپاسگزار از شما. آقای دادبه عزیز، میخواستم ببینم که عرض کنم شما نظرتون راجع به کلن، اگر بخوام بگی بهتر به اینجوری بگم، با توجه به اشرافی که دارید راجع به مطالعات راه‌حل‌های بحران، اصولا اقتصاددانان جهان یک دید لیبرالی هست نسبت به قضیه که در واقع حفظ وضع موجود و اصلاح در ساختار موجود که ساختار سرمایه‌داری است رو می‌خواهد توضیح دهد. این چیزی است که حتی در دانشگاه ها هم تدریس می‌شود، اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد یا اقتصادی که در واقع دنبال سود هست و سود راهنماییش میکنه، در مقابل اقتصادی که به هر حال به جامعه توجه دارد و به رفاه جامعه، به اون رفع اختلاف طبقاتی توجه دارد که نوع ما میتونیم بگوییم نوع برخورد سوسیالیستی نسبت به اقتصاد جامعه است. بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست در این زمینه، بفرمایید. بله، خب خیلی ممنون، مرسی. اول آقای خزایی ازشون تشکر، مثل که رفتن، بحث بسیار خیلی کوتاه و مختصری کردن از بحران، خیلی خیلی مختصر بود و در حقیقت جامع، یعنی در حقیقت نکتهایی رو که بیان کردن نکتهایی هستش که حتی شما از آقای توماس پیکتی نمیبینید و درست نکته این به اصطلاح تنزیل نرخ سود و به هر حال تغییرات سرمایه متغیر و ثابت در ایجاد بحران رو بسیار زیبا مطرح کرد و در حقیقت تضاد رو در سرمایه شروع کرد و صحبت کرد و این اصل مطلب و نه سرمایه داری، به هر حال خود سرمایه، و این صحبتی است که در حقیقت متعلق به مارکس میتونه باشه و حالا به هر حال افرادی هم مثل دیوید هاروی و غیره که امروز به عنوان اقتصاددانهای رادیکال مطرح هستند، مسئله این وجود داره، یعنی در حقیقت اونها هم به همین مسئله وجود داره. بس یه مقدار به هر حال شاید اینجوری نمیدونم بگم از کجا میشه این بحث رو شروع کرد، و اون اینه که بحث رو ایجاد بحران رو و جواب به بحث بحران در حقیقت شناخت مسئله است و اعتقادی هستن که این
یعنی باورهایی هست که خود اقتصاددانها بر اساس به اصطلاح شناختشون نسبت به این قضیه برخورد میکنن. حالا ما به هر حال در طبقه بندی به اصطلاح لیبرال ها یا رادیکال ها اینا رو میتونیم توضیح بدیم. اصلا خود بحران رو من دوست داشتم که در به اصطلاح مسئله نیولیبرالیسم و از 1970 و خواست و مأموریت این به اصطلاح لیبرالیسم رو در ایجاد و تشدید بحران مطرح کنم که از 1970 چگونه وارد به هر حال عرصه به هر حال پروسس یا فرایند تولید شدن و تشدید و استثمار رو در حقیقت چندین برابر کرد. حالا اگر به هر حال به خاطر کوتاهی وقت فقط اینجا این نکته رو مطرح میکنیم که این بحران ها زائیده این هستش که ببینید مثلا در نئولیبرالیسم و نظم جهانی مثلا فریدمن در کتاب سرمایه‌داری و آزادیش سودورزی جوهر دموکراسی است. هر دولتی که سیاست‌های ضد بازار را تعقیب کند ضد دموکراسی است و حمایتی که مردم آگاه از آنها می‌کنند هیچ اهمیتی ندارد. و من حالا این رو کوتاه می‌کنم که نظر لیبرال ها در حقیقت فقط سودجویی است و سودآوری است. در حقیقت همون مسئله ای رو که ما در بخش به اصطلاح صنعتی یا تولیدیش بهش ارزش اضافی میگیم. این بحث میمانده، به هر حال این بحث رو من رها میکنم. حالا اگر بخوایم در هفته آینده بحث نیو به اصطلاح لیبرالیسم و به اصطلاح مداخلش در فرایند تولید و ایجاد مطالعات زمان و زمانسنجی و تقسیم بندی های فرایند کار و ایستگاه ها و استفاده بیشتر از حد از اعضای بدن کارگر و تسریع و سرعت در تولید رو به صورت همون فرمول به اصطلاح اقتصادی زمانسنجی که با 5M معروف هستند این رو در هفته بعد شروع میکنیم. در امروز مسئله نظر در حقیقت نظر بعضی از اقتصاددانان چون خیلی هستند، شاید 1000 تا اقتصاددان در این مورد بحث کرده و نظر داده، ولی اون چیزیش که خیلی مهم بود اینه که آقای پیکتی بعد از نوشتن این کتاب بیشترین مصاحبه های تلویزیونی و سمینارهای تدریسی یا علمی رو در کشورهای مختلف گذاشت با خبرنگاران و خب برخوردهای مختلفی به این به اصطلاح کتابش شد. برخورد ساده‌ای که به هر حال لیبرال ها کردن در هفته قبل هم من صحبت کردم که اونهایی که در حقیقت متعادل بهش برخورد کردن اون رو فردی که در حقیقت تنبیه میخواد بکنه سرمایه داری رو و در حقیقت با پیشنهاداتش فرار سرمایه دار رو برای در حقیقت سرمایه گذاری تشویق میکنه و بعد از این ما سرمایه داری رو نخواهیم داشت که رغبت به سرمایه گذاری باشه. با ایجاد همون مالیات های تصاعدی که مطرح میکنه و به هر حال اون رفاهایی که در اجتماع مطرح میکنه. در این مورد خب بخش لیبرال ها چه در ایران و چه در کشورهای دیگه به خصوص آمریکا به هر حال این برخورد را با این پیشنهاد پیکی داشتن. در ایران درست هم مثل همینجا در مثل همه اقتصاددان ها ما بخشی از اقتصاددان هایی که در حقیقت لیبرال ترن به بازار آزاد و دست نامرئی بازار و در حقیقت عدالت تقاضا و عرضه و تقاضا در تنظیم ارزش
اعتقاد دارن، این رو من به هر حال میتونیم بحث این رو بکنیم که از جمله‌ای که من نمیخواستم اسم ببرم که در ایران خب افرادی که خودشون مدرس هم هستن مثل آقای دکتر رنانی و آقای قوچانی و آقای موسا غنی نژاد، و حالا به هر حال بیشتر از این اسم نمیبرم چون من این اسمهایی رو که بردم نوشته هاشون رو دارم، یعنی در حقیقت این گفته های خودشون رو بیان میکنم نه اینکه نظر خودم رو در مورد اونها. خب برای من خیلی تعجبه که اقتصاددانی که تدریس اقتصاد میکنه اینقدر ناآگاه در مقابل مسئله سود و در حقیقت سرمایه و سرمایه‌داری قرار بگیره. اول که بعضی از این برخوردهایی که اینها در کتابشون کردن، مخصوصا آقای دکتر محسن رنانی استاد دانشگاه فکر کنم در اصفهان باشه، خیلی مسئله کینه توزانه در مورد کتاب آقای پیکیتی به مارکس برخورد میکنه. من نمیتونستم رابطهش رو پیدا کنم که اگر شما بخواید در مورد کتاب پیکیتی صحبت کنید چه ربطی به مارکس داره که اون هم توهین‌های شخصی. مسئله این که اگر مادر مارکس میدونست که مارکس باعث کشتار و این همه دعوا میشه شاید بند نافش رو نمی‌برد. حالا این مسئله اصلا نه علمی هست نه ما رو به نتیجه میرسونه، ولی نظرش در مورد مسئله پیکیتی با مارکس مقایسه میکنه و اینها هر دوتا رو به یه پزشک به اصطلاح تعبیر میکنه که اون مریض رو دید و در حقیقت داروی مرگش رو تجویز کرد و آقای پیکیتی دارویی که در تدریج اون رو به خوبی برسه. نکته ای که در حقیقت پیکیتی نشون داد به نظر من که نظر اقتصاددان رادیکال ایران و آقای هاروی در خارج هست، پیکیتی در حقیقت به پدیده بحران اشاره میکنه و میخواد در حقیقت در قسمت خروجی قضیه به اصطلاح این مسئله رو بهبود ببخشه. اون چیزی که مهم بود در کتاب پیکیتی جدا از شناخت در حقیقت علت یا پیشنهاد برای علت که به هیچ گونه همچی چیزی رو ارائه نداده و علت رو معرفی نکرده، بحران رو به زبانهای ریاضی اقتصاد و برحال نمودارهای مهم این مسئله رو داده، این بود که نشون داد به جامعه شایسته سالار که ثروت بر اساس تلاش و لیاقت کسب نمی شود و این مسئله و در حقیقت خیلی گرون برای این تموم شد که اون مجله فارن افرز اون رو فردی که تنبیه میخواد بکنه سرمایه رو معرفی کرد. حالا نکته ای که خب به هر حال این چه لیبرال چه رادیکال اینا اقتصاددون هستن، هیچ فرق نمی کنه، در حقیقت تخصص های اقتصادی با مدارکی که دارن خب به هر حال اینا قابل اصطلاح تقدیرن که میشه به نوشته هاشون اعتماد کرد و خوند، حالا با اینکه نظرهای مختلفی اینها در حقیقت دارن. من معتقدم که آقای رنانی، آقای موسی غنی نژاد، آقای قوچانی اینا فارغ التحصیلان رشته اقتصاد هستن و برای خودشون مقاله دارن، صحبت ها دارن و من اکثرا بحث های اینها رو گوش میکنم و خب به هر حال از نظر من چه درست چه غلط افشال داره. حالا ببینیم که مثلا آقای اقتصاددان لیبرال به این اعتقاد داره که نظام سرمایه‌داری نظامی است که قابل اصلاح است و میتونه اصلاح پذیر باشه. بعد برای شما مثال میزنه که مثلا
امروز آقای پیکیدی که این کتاب رو نوشت، بعد از این کتاب وایت هاوس در حقیقت رئیس جمهور آمریکا از ایشون دعوت کرد و ایشون رو به محل خودش خواند و نظراتشون رو پرسید و بعد از این اینها شروع کردند به اینکه نظرات اقتصاددانهایی مثل آقای پیکیتی را در برنامه کاریشون انجام بدن که بتونن بخشی از این بحران و بخشی از این معضلات رو که جامعه باهاش روبرو هست از بین ببرن. خب اولین نکته این بود که آقای پیکیتی در حقیقت اون به اصطلاح رفاه‌های اجتماعی رو در جامعه مطرح کرده بود که قبل از اون هم بود و آقای پینز هست، خود آدام اسمیت هست که از دولت میخواد به مردم. و نکته خیلی مهمه چی بود؟ مالیات ها بود، یعنی مالیات های تصاعدی بر درآمد و ثروت و حتی بخشی در کرفاش به مصرف هم برخورد میکنه که اون بحث خودش رو داره. خب ایشون آقای رنانی که این مقاله رو می‌نویسه معتقده که به ما داره درس میده که یاد بگیریم که چگونه میتونیم ما نظرات یک منعقد اقتصادی رو در جامعه به کار ببندیم و معضلات رو کم کنیم و در حقیقت به بحران‌ها رو سر و سامون بدیم. خب این حرف رو ایشون میزنه، ولی آیا ببینیم، اول که من نشنیدم که ایشون تو وایت هاوس رفته، حتما ایشون رفته و این آقایی نیستش که بی خود این حرف رو بزنه، ولی خب به هر حال من این رو متوجه نشدم، تا حالا نشنیدم. بر فرض این که ایشون رفته و صحبتهاشون هم کرده، خب عمل کرده دولت رو این قضیه چی بوده؟ شما که میدونید مسائل رفاهی در جامعه که ما داریم در غرب بهش زندگی میکنیم روز به روز برای ما مشکلتر خواهد شد. این یک. دو، مالیات ها اگر قرار بود که مالیات های تصاعدی انجام بشه بر فرض محال، که حالا بعدا من میتونم از مقاله برای شما بخونم که مشکلات این چی هست. خب اینجوری نگاه کنیم، مالیات های شرکت های مالی شمالیات شرکت های صنعتی و صاحبان سرمایه رو که از 35% به 15% آوردن آقای رنانی، یعنی در حقیقت اون چیزی رو که میخواد به ما صحبت کنه و به ما نشون بده که چقدر سیستم زبان میفهمه و چقدر سیستم میتونه با این پیشنهادات حرکت کنه و ما رو از درجه آر بزرگتر از جی به آر مساویس جی ببره، و خب این هم که درست نیست. یعنی تمام دلیل این حضرت آقا، اکاش که ایشون در این اتاق بود، من به عنوان شاگردش این رو براش مطرح میکردم که غیر از این شما دیدیم. و نکته دیگه‌ای هم که در خود بحث‌هاش من شنیدم که نوشتش رو نوشتم دارم که میتونم کپی کنم و در خدمت دوستان بذارم، ایشون اصلاح وال استریت یعنی بحران 1929 بود فکر کنم یا 19 رو حل و فصل کرد. یعنی میگه این بحران رو در حقیقت با چاره اینها از بین بردن. اگر این بحران وال استریت مسئله اون گلاس کلن بود، یعنی دونامی بود که گلس رو یادم هست و شخص دیگری الان در ذهنم نیست، که در حقیقت قوانینی گذاشتن که عملیات بانکی رو از هم جدا کنن، یعنی بانک های اینوستمنت و سرمایه گذاری رو که در سرمایه های چندونم عمرانی سفت بازی استاک و غیره هستش، این رو این مأموریت رو ازش بگیرن و کار بانکی رو تفکیک کنن. این بزرگترین به اصطلاح برنامه بود که در زمان وال استریت انجام شد که یکی از این آقایون گلسه، دیگریش الان گلس اون دومیش یادم نمیاد که حالا هفته دیگه من خدمتتون اسمشون رو میگم با این
سندش و این هم که داره ول میشه. یعنی این مسئله تفکیک عملیات های مأموریت بانکی هم از بین رفت. پس سه موضوعی رو که این آقای به اصطلاح اقتصاددان لیبرال مطرح میکنه و یکی دیگه هم اون کشتن اون سیاه‌پوست در فرنگلسن بود، چی بود که از بین رفت ایشون فکر بعد به اصطلاح عاجل بودن دولت به دنبال این رو بیان میکنه که اگر آمار رو نگاه کنه سالی 40-50 تا از اینها هنوز که هنوز حتی دو هفته پیش هم این اتفاقات میفته. یعنی کلیه مسائلی که در این قضیه میزنه به عنوان این که شما میتونید به جامعه سرمایه داری و به سرمایه حرف بزنید، صحبت کنید، بیا تازه همه اینا بر این اساس اون حرکت میکنه که ارزش اضافی سودی است که حاصل بر حال دسترنج سرمایه داره. ولی از اونجایی که سرمایه تسلط بر کلیه اجزای تولید داره، من این رو گفتم خدمتتون، همون فرمول 5M از ماشین و ماشینالات و نیروی کارگر و مواد و همه اینها سرمایه بهش تسلط داره و به ذات خودش محقق هست که سوده، یعنی در حقیقت ارزش اضافه ای رو که به دست میاره بدون کار کردن این رو نصیب خودش کنه. و این بخش رو من کوتاه میکنم تموم و بخش بعدی به هر حال به اینه که در حقیقت اقتصاددان رادیکالی رو که ما میتونیم مطرح کنیم در درون ایران، من دکتر زرفشان اینجا مقالش هست، یک مصاحبه‌ای هم با رادیو اتفاقیه داشته با بعد خیلی در حقیقت این رادیکال های رادیکالیست به اصطلاح اقتصاددان رادیکال مثل دیوید هاروی و چند تای دیگه هستن، حالا به هر حال اسمای اینا همه اکثرا در حقیقت خارجی هستن. حالا این معتقده که در حقیقت تضاد به هر حال تضادی که در جامعه ما به بحرانش دست پیدا می‌کنیم تضادی است در درون سیستم که باز تولید رو در حقیقت انجام میده و این قابل اجرا از بیرون نیست و در حقیقت به جای علت به معلول برخورد کردن. بعد حالا اینو کوتاهش میکنم که دیگه آقای احمد فکر کنم ایشون توضیح داد که در حقیقت تضادها و بحرانها به طور مختصر ولی کافی گفتش که چی هست، من این رو میگذرم. حالا در مورد مالیات هم که ما اون دفعه خدمتتون گفتم که مالیات ها مثل اینه که شما از افراد مختلف در جامعه بخواد اطلاعات پیدا کنید. اول این سرمایه ها در کجاها هستن؟ مگه یک سرمایه انگلیسی فقط در انگلیسه؟ یا یک آمریکایی فقط در آمریکاست؟ یا یک مکزیکی در مکزیکه؟ اینها در درون درهای بسته در کلیه شؤون اجتماعی در پولا به اصطلاح دورترین نقاط و کوچکترین کشورهای جهان دارن فعالیت اقتصادی میکنه. گردآوری این اطلاعات از چه طریق میتونه انجام بشه؟ و اینجا اتفاقا برای ما مثل میزنن آقای دکتر زرفشان که میگه که در حقیقت حتی دو کشوری که در اتحادیه عضو بودن، اینها اتحادیه اروپا نتونست از اون کشورها در اون زمان اطلاعات و داده‌های مالی رو بگیره و کلن، و خود آقای پیکیتی هم به این اعتقاد داره و میگه که این کافی نیست و مشکل اینه که به هر حال بله سالهای سال اتحادیه اروپا با همه ادعا و اعتبار خود حریف دو دولت میناتوری لوکزامبورگ و سوئیس نشد که آنها را وادار کند حساب‌های بانکی سرمایه‌دارانی را که از کشورهای عضو این اتحادیه
به قصد فرار از مالیات به این پناهگاه ها می گریختند به مقررات اتحادیه با بقیه کشورهای عضو در میان گذارند. یعنی در حقیقت دو پیشنهادش قبلا هم مورد بحث بوده و هیچ کدام قابل اجرا و عملی نیست، مضاف بر این که در صورت عملی شدن امکان یک تغییرات جزئی وجود داره، ولی ایجاد تضاد در حقیقت که در درون سیستم و در سرمایه هست رو مطرح نمی‌کنه. من همینجا پایان می‌کنم، اگر موضوعی بود حتما در خدمتتون بفرمایید. سپاسگزارم از شما آقای دادبه عزیز، و البته که بحث ادامه خواهد داشت. طبیعتا میخواستم از شما بخوام که بیشتر در جهت راه حل هایی که اقتصاددانان لیبرال و در مقابل اقتصاددانان سوسیالیست در ایران ارائه میدن، به خصوص تمرکز رو بکنیم به مسائل مربوط به ایران. از شما سپاسگزارم و این بحث در نشست آینده قطعا ادامه خواهد داشت.